چیکار میکنی ماما؟ قلاب بافی میکنم. چه با عجله؟ برای سراستین لباس مهمونی فردا میخوام. آها، پس یه قلاب بده کمکت کنم. نه مامان جان نمیخوام، دو دست میشه. روجا؟ بله مامان. مامان دلت پیش کیه؟ این چه حرفیه مامان؟ دلم میخواد خودت بهم بگی. اگه نگم؟ خودم میدونم. خب پیش کیه؟ همونی که فردا خونه باباشینا دعوتی، امین احتشام. اصلا دیگه نمیبافم مامان. ببین روجا، ماما من نمیدونم این خوبه یا بد، ولی این یه رسمه که دختر از بین خواستگاراش انتخاب میکنه. منظورتون چیه مامان؟ دلم میخواد تا وقتی امین ازت خواستگاری نکرده کسی نفهمه که دوستش داری. شما نگران نباشین. قربون دختر برم. به تارا گفتی فردا مهمونی دعوت داری؟ آره بهش گفتم، گفت که نمیام، حوصله غریبه ها رو ندارم. وا، خب میاد آشنا میشه. چه میدونم، گفت نه. یعنی جمعه میخواد تو خونه تنها بمونه؟ مامان، یعنی شما هنوزم بهش اعتماد ندارین؟ کجا؟ میرم شکار. کی بر میگردی؟ فردا شب. مگه نمیدونی فردا مهمون داریم؟ کی مهمون داره؟ من یا شما؟ ما. من که دعوت نکردم. عمو خلیلت ناراحت میشه؟ عمو خلیل ناراحت نمیشه. میدونه من از حرفای خانوادگی خسته میشم. ببین پسر، تو تا زمانی که تو ایران هستی باید به رسومات اینجا احترام بذاری. احترام به رسومات با اجبار فرق داره. چیکار داری میکنی تارا؟ سلام دایی. سلام. دارم کود مورد نیاز خاکمونو میسازم. ما همیشه اضافاتمونو میفروختیم، کود آماده میخریدیم. حالا بر اساس نتایج آزمایشاتمون فقط عناصر مورد نیاز خاکمونو میخریم. مثلا چی؟ مثلا آهک، اوره، فسفات پتاسیم. خیر، ما که این چیزا رو نمیدونستیم. راستی تارا، بله. اگه امروز هم دیر بریم زندایی رامون نمیده. آره؟ خیلی خوب، تا شما یه سری به باغ بزنین من آماده میشم. چی شد؟ آپارتمان رو نشون شدی؟ بله. بس بپوش بریم دیگه. کجا؟ کجا؟ خونه. امروز پنجشنبه است؟ بس چند شنبه است؟ منم منتظر تو بودم در رو ببندیم بریم دیگه. نمیام. چرا؟ نمیخوام عصر پنجشنبه تو خونه باشم. چرا؟ برای اینکه عصر پنجشنبه فروزش تعطیل بود و من میتونستم تارا رو تو خونهشون ببینم. آپارتمان رو نشون مشتری دادی؟ یه قیمتاتون نجومیه. عمدنه دیگه. جدا؟ به خاطر اینکه قیمتای ما مشتری پرونه. چرا؟ با تکلیف دادگاهی فروزش روشن بشه، شر طلبکارا کنده شو برن بعد دیگه. بعدش که دیگه مشتری نمونده. نگران چی هستی؟ مایش یه آگهی تو روزنامه است با تخفیف ویژه. پس بفرمایید اینجا همه مترسک و لولو سرخرمنیم دیگه. به جمع ما خوش اومدی. واقعا که از تارا چه خبر؟ پیداش کردی یا نه؟ تو فکر میکنی من اگه از تارا خبر داشتم من اینجا بودم؟ بله دیگه، الان خانم تارا یه دختر 720 میلیونیه. خفه. آخه تو چه جور نام زدی هستی؟ از نوع محروم و مهجور. بالاخره باید یه کلیدی توی اون مخت، یه فیوزی توی اون مغزت زده شه دیگه بابا جان. خب پاشو بریم دیگه، چرا نمیای؟
تو برو. امروز پنجشنبه است. من خودم درو میبندم، کلیدارم میدم به بشیر. خب؟ باش. پس ما رفت. خداحافظ. سلام. کجا بودی؟ این طرفا. امروز پنجشنبه است. آخ نیما ببخشید، معذرت میخوام، یادم رفته بود. چرا یادت رفته بود؟ والا من که معذرت خواستم. ولی من نپذیرفتم. مگه بابا خونه نیست؟ چرا هست؟ خب بس بیاریم تو دیگه. وایسادم اینجا مچ میگیرم. کجا بودی؟ خونه سمیه. ببینم این سمیه مگه کار و زندگی و شوهر نداره؟ چرا داره، ولی یه دوست صمیمی هم اینه من داره. اه؟ خب پس را بیا بریم. کجا؟ خونه سمیه. حالا نه. از کی؟ من میخوام با این همکار آیندم شوهر سمیه آشنا بشم. آشنا میشی بعد از ازدواج. تارا تو با من رو راستی؟ با تو آره. با کی نه؟ بیا بریم تو. نیما هی با تو هم کجایی؟ میخوام دره ببندم برم تو اتاقم استراحت کنم. من چقدر احمقم، چرا از اولش نفهمیدم؟ اینم داده که بدم به شما. فقط همین؟ همین. خداحافظی کرد و رفت؟ بله. برای همیشه؟ برای همیشه. پس تعاونیمون چی میشه؟ نمیتونم. من برای پیدا کردنش توی دفتر شریک باباش استخدام شدم. خسروی؟ آره. شما چرا ترسیدین؟ نه هیچی، برای اینکه تارا احساس خوبی نسبت به خسروی نداشت. یعنی شما فقط به خاطر احساس تارا انقدر ترسیدی؟ نه خیر، یاد حرفای تارا نسبت به خسروی افتادم. چی میگفت؟ شما که وسط معرکه این، خودتون بعد بهتر از من رو تارا بدونید. خب البته من الان یه چیزایی میدونم. مثلا چی؟ مثلا 720 میلیون پول نقد. کار دیگه ای ندارین؟ پس میدونین؟ معذرت میخوام. ببینید من فقط میخوام بدونم تارا این پولو سرقت کرده یا نه. همین. سرقت؟ آره سرقت. من واقعا برای تارا متاسفم که این کلمه رو از زبون نامزدش میشنوم. شما برای این کار تارا کلمه بهتری سراغ داری؟ بله. چی؟ انتقام. انتقام؟ انتقام از کی؟ از طلبکارهای بدبخت ساختمون که هنوز که هنوز دنبال پولشونن؟ معذرت میخوام. ببینید این پول بابت مبایعه نامه پرداخت شده بوده، یعنی سهم خود فروزش از اون ساختمون. تارا از خودش دزدی کرده. بس دیگه، حتی نمیخوام یه بار دیگه این کلمه رو بشنوم. اتوییه؟ آره. بیا اینجا من اتو کنم. نه بابا نمیخواد، خودم تمام جمعه رو فرصت دارم. تارا از خر شیطون بیا پایین، مهمونی احتشامو از دست نده. خیلی با صفاستا. بیا با هم بریم. روجا من بعد از یه هفته کار سخت نیاز دارم به یه روز استراحت. حالا چی بگم؟ خود دانی. چطور شد؟ خوبه روجا. این کی پور بافی تو شاهکاره ها. قابل نداره. تو چرا کارتو توسعه نمیدی؟ بی خیال بابا، جدی دارم میگم. تو چرا کارگاه ابریشم بافی رو راه نمیندازی؟ ببین ببین، قرار نبود منو سر کار بذاری یا. حیف روجا، تو که هم پشت کارشو داری هم امکاناتشو. ببین تارا، اگه من مثل تو در طول هفته اینقدر کار کنم که آخر هفته نتونم یه مهمونی برم و میمیرم، باور کن.
پیش دوست تارا رفتی؟ بله. نتیجه گرفتی؟ بله. چه نتیجه؟ مامان همه دارن بهم دروغ میگن. اگه عکسش صادق باشه چی؟ یعنی چی؟ اگه فقط از خودت دروغ شنیده باشی؟ در اون صورت نمیخوام راستش رو بشنوم. نمیخوام، یعنی نمیتونم. مامان من زیر بار درد از دست دادن تارا میمیرم. امیر حسین این پولو از این خونه بردار ببر بیرون. کجا ببرم؟ نمیدونم، یه جایی غیر از این خونه. باشه، براش فکر میکنم. کی؟ نمیدونم عزیز من. بذار وضعیت تارا مشخص بشه. حالا دیگه روزای جمعه هم اضافه کاری میکنی؟ فقط وقتی درگیر کارم به تارا فکر نمیکنم. خداحافظ. خداحافظ. بفرمایید. خواهش می‌کنم. یار دید، خیلی خوش آمدید. بفرمایید. پس همین کجاست؟ خلوت کرده تو باغه. باز سر به سرش گذاشتی غر کرده. طبق معمول. من میرم سراغش. بابا بگی بشین. کجا میری سراغش؟ بگی بشین. تو بشین که پات شکسته پیر من. بابا سبک میشی. خلوت کردی عمو جان؟ سلام عمو. سلام. داشتم میومدم خدمتتون. سالا پیش که بچه بودی وقتی قهر میکردی میرفتی یه گوشه کز میکردی، اونقدر منتظر میموندی تا من بیام سراغت. علتش این بود که شما فقط من درک میکردی. حالا چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ میخوام برگردم عمو جان. اون زمانی که از ایران رفتی عقلت گفت برو یا احساست؟ عقلم. پس چرا برگشتی؟ غم غربت مجبورم کرد. دلتو تو این سرزمین جا گذاشته بودی. حالا که برگشتم میبینم دیگه دلی ندارم. چرا؟ من با عقلم رفتم عمو جان. درس خوندم.
مدرک مدیریت صنعتی گرفتم. با احساسم برگشتم، میخواستم کار کنم، کار نو. هزار تا فکر داشتم، ولی اینجا همه چی روی دور کنده، هیچ کاری پیش نمیره. از همه بدتر پدرم، اصلا نمیذاره من حرکت کنم. میدونی آدم که پیر میشه از تغییر و تحول میترسه، وحشت داره از این که تمام رشته هاش پنبه بشه، ولی تو باید مقاومت میکردی. تو میتونستی با پدر صحبت کنی، اون رو قانعش کنی. تو باید میگفتی اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، من و ساقی به دو تازیم و بنیادش براندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. قرار کردیم خواهی بریم. پدرم حاضر نیست دست از روش های سنتیش برداره، نتیجهش هم میشه این. اگر اجازه بدی من باش حرف میزنم. فقط حرف شما رو گوش میده. سعی میکنم قانعش کنم. حالا بیا بریم تو. شما بفرمایید، من میام. بفرمایید. سلام عزیزم. الو تارا، تویی؟ آره خودمم. تو کجایی؟ چی کار میکنی؟ پیش کی هستی تارا؟ ما که مردیم از دلواپسی. ببین سمیه، من فقط زنگ زدم بگم که حالم خوبه و جام راحته. تا الان نمیتونستم بهتون زنگ بزنم، از این به بعدم نمیخوام زنگ بزنم. فقط میخواستم خیالتون از جانب من راحت باشه. تارا یه دقیقه به حرفام گوش کن. تو رو خدا تلفن رو قطع نکن، یه کار مهم باهات دارم. ببین نیما، از نیما هیچی نگو، نمیخوام بشنوم. تارا، نیما تو دفتر خسروی کار میکنه. چی؟ نیما تو دفتر خسروی کار میکنه؟ نه خدای من، نه. موضوع پولو میدونه سمیه، اینجوری میفهمن تو همسر امیر حسینی براتون دردسر ایجاد میکنن. ببین تارا، من میدونم که الان تو فداکاری کردی، ولی به خدا هیچ فایده ای نداره. اون اتفاقی نباید بیفته افتاده. نیما به خاطر تو داره با خسروی هم کاری میکنه، میفهمی؟ سمیه، امیر حسین رو بفرست سراغش. چی کار کنم؟ امیر حسین رو بفرست سراغ نیما، بذار جلوشو بگیره. خیلی خوب، خیلی خوب. پس موبایلتو روشن بذار تا به خبرشو بدم. باشه، من خودم بهت زنگ میزنم. کی؟ آخرین جمعه همین ماه. حالا چه آخرین جمعه؟ افراد خانواده تازه میخوان برم مهمونی، من میتونم با تماس بگیرم. کدوم خانواده؟ کاری نباشه سمیه، من خودم نمیخوام با گذشته ارتباطی داشته باشم. من بهت زنگ میزنم. باشه، حتی با من امیر حسین؟ اینجوری مطمئن تره. سمیه، امیر حسین رو بفرست سراغش. خوب، خیلی خوب. تارا، بهت زنگ میزنم. خدافظ. تارا، سلام. سلام. خیلی دلم میخواست ببینم چی اینقدر سرتون رو گرم کرده که حتی برای پذیری از مهمونا نیومدید تو خونه. اینجا خیلی عوض شده. گذشته زمان همه چی رو عوض میکنه. مدتی میخوام بپرسم راجب تحصیلاتت. ادامه دادی؟ نه دیگه، بعد از دیپلم یه دوره دیدم راجع به کارهای صنایع دستی که فکر میکنم خیلی مفید بود. شما چی کار کردی؟ درس خوندم و برگشتم. تنها؟ فعلا.
بررسی کنیم ببینیم مشکل درخته چیه. خب وزنم سمپاشی میکنی دایی جان. نوع سم بستگی به تشخیص نوع آفت داره. تو چته امروز خیلی عصبی و ناراحتی؟ از کجا معلومه؟ از اینکه با وسواس و سختگیری کار میکنی. من حالم خوبه. بهتر نیست بری استراحت کنی؟ نگران من نباشین دایی، فعلا بذاریم به درد و بلای درختامون برسیم. یعنی میخوایی یکی یکی اینا رو معاینه کنی؟ یکی یکی. تارا کجا بیا رضایت بده، این کار تا شب طول میکشه. خب بکشه، طول بکشه. مگه خونه و زندگی نداریم؟ من نه. تارا این چه حرفیه میزنی؟ دلمو به درد آوردی. تو همه چی داری، نصف این باغ مال توه. معذرت میخوام دایی، ولی این توتستان زمان مادر من نیست. این باغ بوی توبا رو نمیده دایی. دایی جون دلت برای تهرون تنگه؟ نه نه. پس چته از کجا پری؟ معذرت میخوام دایی، ببخشید ببخشید. خب خداحافظ بشین. خدا بدیم آجا. سلام برسون. زنده بشین. نیما شما؟ سوار شو. تو کی هستی؟ بعدن میفهمی. برو پی کارت. نیما خواهش میکنم بیا بشین. گفتم تو کی هستی؟ فعلا فقط سوار شو، نمیخوام کسی منو اینجا ببینه. خب ببینه. ای بابا. آقا نیما بشین. ببینم تو من از کجا میشناسی. عکستو دیدم. کجا؟ ببین نیما، تنها آدرسی که من از تو دارم آدرس این ساختمونه که یه موقع خونه خودم بوده. خونه خودت؟ تو کی هستی؟ خواهش میکنم سوار شو، نمیخوام کسی منو اینجا بشناسه. من تا ندونم تو کی هستی سوار ماشینت نمیشم، فهمیدی؟ من قاصد تارام، خیالت راحت شد؟ حالا بگی بشین. تاراکو چی کار میکنی؟ چی کار میکنی مرد حسابی؟ تارا کجاست؟ بابا جون داشتی هر دوتامونو به کشتن میدادی؟ به جهنم، گفتم تارا کجاست؟ چرا بچه بازی در میاری؟ منم نمیدونم. تو نمیدونی عوضی، میکشمت. تاراکو دیوانه، به ارواح خاک مادرم، منم نمیدونم تارا کجاست. پس تو کی هستی؟ گفتم که قاصد تارا. قاصد تارایی دیگه؟ پس کو پیغامشو بده، پیغامش کو. ولش کن، رهاش کن، از دفتر کار خسروی هم بیا بیرون. که چی بشه؟ تو داری با این کارات همه نقشه های تارا رو نقشه براب میکنی. نقشه فرار دزدی؟ آره آره. خفشو. Thank you.
خیلی خب بس دیگه، جواب منو بده. این دستمال تو دستت ثابت میکنه با تارا در ارتباطی. تارا کجاست؟ باور کن منم نمیدونم. از پیغامش از کی گرفتی؟ از خودش. چطوری؟ تلفنی. شماره تماسش چنده؟ موبایل خودم تو دستشه اما همیشه خاموشه. فقط یه بار روشن شده که اون یه بارم پیغام داده به خانومم. بس دیگه، واسه من بازی در نیا، جوابمو بده. چی بگم؟ تو کی هستی؟ قاصد تارا. ببین، کسی که دستمال گلدوزی شده تارا تو دستشه واسه تارا عزیزه. امیدوارم اینطوری باشه. خب خیلی خوب، جوابمو بده دیگه. پس چرا انقدر کشش میدی؟ ببین تو با معرفت‌تر از اونی که بخوای دو درم کنی، نه؟ خب پس بگو تو کی هستی؟ همسر سمیه. به به، چشمم به جمالت روشن. چه عجبا، بالاخره شما رو دیدیم قربان. باور میکنی از موقعی که اسم تاوانی مطرح شده بود دیدنت برام آرزو بوده؟ منم از دیدنت خوشحالم. چرا نمیدیدمت؟ چرا تارا مانع ملاقاتمون میشد؟ خب حالا ببین. تارا کجاست؟ باور میکنی برای پیدا کردن تارا از تو دیوونه ترم؟ با وجود اون دستمال توی دست تاره باور میکنم، ولی چرا؟ ببین، سماجت نکن، فقط از دفتر کار خسروی بیا بیرون. که چی بشه؟ بذار تارا به هدفش برسه. چه هدفی؟ اینقدر سوال نکن، بیا بیرون خودت میفهمی. تو واقعا چی هستی؟ گفتم که قاصد تارا. دیگه؟ همسر سمیه. دیگه؟ بی خیال شو. تو وقتی من زدمه تا از خودت دفاع نکردی. خب فکر نمیکردم بزنی. ولی زدم. دستت درد نکنه. خب چرا نزدی؟ آخه تو نامزد تارایی. این معنیش چیه؟ من معنیشو نمیفهم. یعنی چی؟ من اگه تو رو میزدم انگار خودم رو زده بودم. چرا؟ گفتم که بیخیال شد. جان تارا، تو کی هستی؟ برادر تارا. علی بشیر سلام، چطوری؟ سعیدم. ببین بشیر جون، البته میدونم حواست جمعه، فقط برای یادآوری بهت زنگ زدم بگم ممکنه خسروی امروز زودتر از من بیاد. آره، در مورد شماره پلاک ماشین چیز بهش نگی. آره قربونت برم. نه نه، ببین اگه ما رد تارا رو گیر بیاریم میتونیم دستنوشته خسروی رو ازش گرگان بگیریم. آره اون وقت باشه اینکه کولی بده میتونیم ازش کولی بگیریم. آره قربونت برم، فقط حواستو جمع کن. فدات شم. خداحافظ. خداحافظ. یا الله یا الله. سلام امیر حسین. که تخبیه توش بس خونه داری نیما جون، بشیم الان بیم. چیه؟ اینا چرا آوردیش اینجا؟ خب چی کار باید میکردم؟ چرا گذاشتی تو رو بشنسه؟ آخرش چی؟ بالاخره میفهمید یا نه؟ مگه تارا ازت نخواسته بود که منصرفش کنی؟ عزیز من، تو چی کار داری؟ مسئولیتش با من. تو اصلا حالی تو داری چی کار میکنی؟ حاضری تارا؟ هنوز نه، دیر وقته. دایی من میتونم امشب اینجا بمونم؟ چی؟ تنها بمونی؟ مگه من میذارم؟ ببینم، دیروز که ما خونه نبودیم اتفاقی افتاده؟ نه نه، هیچ اتفاق نیفتاده. چرا؟ حتما اتفاقی افتاده که قد نگرانت کرده. دایی من میخوام گذشته رو فراموش کنم. گذشته رهات نمی کنم. گاهی اوقات
مثلا مواقعی که مشغول درست کردن یه همچین تابلوی میشی؟ من این تابلو رو بارها بارها درست کردم با یه دوست هم دانشگاهی، اسمش سمیه بود. قرار بود گذشته رو فراموش کنی. بریم دایی، بریم، زنگایی رو جا منتظرن، دیر میشه. بریم. خیالم راحت کردی. تو واقعا فکر کرده بودی تارای سارقه؟ نه. بیا اینم موبایل اینامه، اینم کپی چک وصولی تارا، اینم دست نوشته خسروی. بخون. به موجب این دست نوشته، این جانب خسرو خسروی متعهد می شوم از کلیه مالکین 36 واحدی که با آقای فرامرز فروزش عقد مبایعه نامه نموده اند در غیاب آقای فرامرز فروزش جر و کسب رضایت بنمایم. خب این که مورد مهمی نیست. خسروی خودش گفت که بعد از اعتراف فروزش این مبلغ رو به ازای سهم اون پرداخت کرده تا از طلبکاری فروزش رضایت نامه بگیره. کجای کاری پسر؟ تاریخ دست نوشته رو نگاه کن. خدای من، تو این تاریخ حتی ساختمون ویلایی و کلنگی کوبیده هم نشده بوده. یعنی تو میخوای بگی که فروزش مجری طرح توطئه خسروی بوده؟ دقیقا، خسروی متهم ردیف اوله، نه فروزش. پس تو چرا این پول و مدارک رو در اختیار دادگاه نمیذاری؟ خب حق خودم پایمال میشه. حق خودت؟ آره، همسایه بودیم تو دو طبقه، با یه سند مشترک، خانواده میریان و خانواده خسروی، همون خونه ای که الان شده مجتمع مسکونی 36 واحدی. یک سند مشاع مادر، نه؟ سه دانگش به نام خسروی بود، سه دانگش به نام میریان. من اسم این میریان رو تو سند مادر دیده بودم. بابام که مریض و بدحال شد به خسروی وکالت داد اسناد تفکیکی دو طبقه رو بگیره و سند میریان رو به نام من بکنه. ببینم این فروزش از کجا سر در آورد؟ زیر دست خسروی بود، تو مشاور املاکیش کار میکرد. یعنی تو میخوای بگی که خسروی این یک و نیم دانگ رو به فروزش حق و سکوت داد؟ من باور نمی کنم. خسروی به این راحتی افسار نمیده. تو فروزش رو نشناختی، از رامی اونبور وارد شد، مردی که مثلا قرار بود جای پدرمو تو دوره نوجوانیم پر کنه. اونی که مدعی بود عاشقته، اونی که مدعی بود عاشقته،